سالهای عجیبی رو تجربه کردیم، سالهای نحس و بدشگون. چه عزیزانی رو از دست دادیم و شاهد رفتن چه هنرمندان بزرگ و نازنینی بودیم یکی پس از دیگری. امروز هم شجریان رفت، فردا هم نوبت ماست. قبلنم گفته بودم شجریان رفتنی نیست، به هر حال هیچ هنرمند بزرگی نامش و یادش از بین نمیره. اما فقدان این استاد برجسته موسیقی سنتی و آواز برای جامعه موسیقی و برای مردم و مملکت به هر حال دشوار و تلخه. شجریان در موسیقی سنتی جایگاه بالا و بالایی داره. ایشان برای رسیدن به این جایگاه سالیان درازی رو طی کرده، از پستی بلندی های بسیاری گذشته و سختی های رو به جان خریده و به قول قدما دود و چراغ خورده تا به هر حال خودش به این مرحله ممتاز توانسته برسانه. ایشان از کودکی تحت تاثیر خانواده و پدر آواز را با قرائت قرآن شروع میکنه و به این راه ادامه میده و در نوجوانی و جوانی تحت تاثیر آوازهای بنان و زلی قرار میگیره و دل میبنده به این دو استاد آواز. و بعد از آمدن به تهران ادامه تعلیم خودشون نزد استاد مرتاش در تئاتر جامعه باربود ادامه میده. آشنا شدنش با استاد عبادی سببی میشه که به رادیو دست پیدا میکنه و در رادیو سالیانی رو به اجرای برنامه در برنامه گلها و گلچین هفته میپردازه. از سال 1350 با تحولی که در زمینه موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی سنتی به وجود میاد و با تشکیل مرکز حفظ و احیای موسیقی توسط دکتر داریوش صفوت، شجریان هم با اون ذهن جستجوگری که داره این نیاز رو احساس میکنه که باید دانش آوازی خودش رو وسیع‌تر بکنه و همین دلیل نزد استاد عبدالله دوامی به ادامه ردیف ها و تصنیف های قدیمی میپردازه و در حقیقت نزد استاد بزرگ موسیقی نورعلی برومند سبک آوازی سید حسین طاهرزاده رو کار میکنه. اصولا سبک استاد برومند نوعی زیبا شناختی آواز و تحقیق شعر موسیقی و آشنایی شاگردان با ادوات تحریر و تکنیک های اصولی ریاضی و هندسی تحریر بود و این خودش یک موضوع خیلی منحصر به فردی بود که فقط استاد نورعلی برومند این نوع تدریس رو در ایران داشتند. در کنار این شجریان از دانش استاد دادبه استفاده کرد و دو بیتی های بابا طاهر رو نزد ایشان سالیانی به اصطلاح کار کردن و مجموعه این تجربیات در حقیقت شجریان رو به یک مرحله خیلی کمال رساند و از اونجا بود که شجریان شروع کرد و کاره ماندگار خودش رو به خصوص با همراهی روانشناس پرویز مشکاتیان یکی پس از دیگری ارائه داد. اصولاً شجریان با ذهنیت پویا و جستجوگری که داشت
توانست از تجربیات مختلفی برای ارتقای آواز خودش استفاده بکنه، از جمله از تکنیک های قرائت قرآن که از کودکی آموخته بود و در این رشته به مقام ممتازی رسیده بود، توانست از این تکنیک ها در آواز خودش استفاده بکنه و در انتها یک سبکی رو به وجود بیاره، سبک ممتازی به اسم سبک استاد محمدرضا شجریان که امضای خود ایشون پای این سبک حک شد. از بعد به تشکیل کانون هنری چاووش در ابتدای انقلاب، سه کلاس آواز در این کانون تشکیل شد که استاد نصرالله ناصرپور و استاد محمدرضا شجریان و بنده در این سه کلاس به عنوان معلم آواز تدریس می‌کردیم. در کنار تدریس آواز به مسائل موسیقی و اجرای موسیقی و چاووش ها و کنسرت هایی که اون دوره بود به اصطلاح می‌پرداختیم. خب طبیعی است که در اون شرایط خیلی دشوار ما گروه چاووش کارهایی که کرد در دوره‌ای بود که واقعا حتی نام موسیقی رو بردن و واژه موسیقی ممنوع بود و با سختی های فراوان ما کار کردیم. اولین نواری که از طرف کانون هنری چاووش منتشر شد نواری بود که طرف قسمت اولش با صدای شجریان، اون آهنگ معروف برادر بیقرار و برادر کاکلش آتش بشونه، و طرف بیش با صدای بنده شهرام ناظری که آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی. این شعر بود و در حقیقت یه اثری بود از به همراهی گروه شیدا با سرپرستی محمد رضا لطفی که این اولین اثر کانون چاووش بود که منتشر شد و کار ما همینطور ادامه پیدا کرد با گروه شیدا و گروه عارف که خود گروه عارف هم گاهی حسین علیزاده سرپرستی می‌کرد و گاهی پرویز مشکاتیان و این همکاری ادامه پیدا کرد تا زمانی که کانون چاووش منحل شد متاسفانه و از این تاریخ خب ما یک مقدار راهمون جدا شد و خب تا اون موقع اونجا با هم همکار بودیم، تدریس آواز میکردیم، از اینجا به بعد جدا شدیم. خود من مدتی در دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا تدریس آواز میکردم، استاد شجریان هم تدریسش رو ادامه داد و هم کارهای موسیقی شو یکی پس از دیگری و ما همینطور ما دو نفر با همراهی و کمک موسیقیدانهای هم دوره خودمون کارهای رو که ماندگار شد یکی پس از دیگری ارائه میدادیم. ایشون توانست یه آثار خیلی بارزشی رو مثل بیداد، دود و عود، براستان جانان، مرکبخانی نوا، دستان و آثار ارزشمند دیگه رو به وجود بیاره. در کنارش بنده به موضوعات اون موسی و شبان، صدای سخن عشق، زمستان، گل سدبر، یادگار دوست، آتش در ریستان، در گلستانه، شورانگیز، آواز اساطیر و سفر به دیگر سو و دیگر آثار رو به اصطلاح توانستیم یکی بعد از دیگری ارائه بدیم. شاید بگم حدود ربع قرن در فضای موسیقی ایران ما دو خواننده بودیم که کار کردیم واقعا در اون شرایط بسیار دشوار. البته بودن خوانندگانی در صدا و سیما برای تلویزیون، ولی ما به عنوان دو خواننده آزاد و مستقل در حقیقت این راه ربع قرن رو ادامه دادیم. آشنایی و دوستی بنده با استاد محمدرضا شجریان برمیگرده به سال 1354. قراری داشتم با
الف سایه شاعر بلند آوازه که مدیر قسمت موسیقی رادیویان بودند در میدان ارک. و اون روز ایشان به من پیشنهاد کردند که من با محمد رضا شجریان آشنا بشم و به اتفاق با هم در اتاق دیگری رفتیم که شجریان در اونجا بود و ما رو به هم معرفی کردن. یک روز بعد از ظهر بود و خب سایه مقداری پیش ما نشستن و در حقیقت با اون بزرگواری که داره و پختگی خودش این جمله رو گفتن به آقای شجریان که این جوان مورد تایید استاد نورعلی خان برومند هستند. و داستانی که استاد برومند آمدن و در شنوای رادیو جلسه ای داشتن و یک نواری از صدای من تو جیبشون بوده و گفته اینو بزنین که خستگی در بره رو تعریف کردن و خب خود این خیلی تأثیر خوبی داشت در اینکه یک کسی مثل شجریان که بالاخره خیلی از من بزرگتر بود توجه پیدا بکنه نسبت به من. این بود که سایه وقتی ما رو ترک کرد ما با هم صحبت کردیم و خب شجریان هم با اون ذهن به اصطلاح پیگیری که داشت و جستجوگر خب دریافت که با یک جوانی روبرو هست که هم با ردیف ها و هم خودش دستی به شعر داره و ادبیات داره و هم اینکه با مقام های موسیقی به خاطر کرد بودنش آشناست. خیلی لحظات خوبی اون شب گذشت و یک باره آقای شجریان یک پیشنهاد خیلی جالبی کرد و به من گفتن که شما اومدین اینجا ماشین آوردی. گفتم آره در حیات رادیو پارک کرد. اون ماشین تو بزن اینجا بیا با هم بریم منزل ما. خیلی پیشنهاد جالبی بود برام و ما به اتفاق با ماشین ایشون رفتیم و در تهران پارس و با تهران پارس بود منزلشون رفتیم و من برای اولین بار با خانواده ایشون خانومش یعنی مادر بچه ها خانم پروان و فرزانه و افسانه مژگان و همایون که اکثرا بچه ها خیلی کوچیک بودن البته اون دوتا آخری و دو روز جالبی در خانه ایشان واقعا طی شد خیلی پربار. و دیگه روز بعد ایشان منو آوردن در حیات رادیو من پیاده شدم و سوار ماشین خودم شدم و خداحافظی کردم و این ارتباط شروع شد. در حقیقت یک رابطه هر روزه‌ای به وجود آمده بود. اکثرا با هم بودیم یا من منزل ایشون بودم یا ایشون منزل ما بود یا اینکه ایشون میمدن دنبال من و با هم رادیو میرفتیم چون سال 54 کار ارتباط من با رادیو هم شروع شده بود یا اینکه گاهی روزا صبح زود برای تمرین آواز با هم به کوه میرفتیم و واقعا یک ارتباط بسیار زیبا و یک شیفتگی خیلی جالبی بین ما به وجود آمده بود. کسی که در ارتباط این دوستی من و ایشان بود یکی از فامیل های خود من بود که به نام کیخسرو پورناظری که خود ایشان هم از موسیقی دانه بزرگ مملکت هستند و چون من با ایشون هم یک رابطه تنگاتنگی داشتم خیلی براشون جالب بود این ارتباط خاصی که بین من و آقای شجریان به وجود آمده بود و بین ما دو آوازخوان در حقیقت برای ایشون یک موضوع خیلی تازه بود که این ارتباط و این شیفتگی بر صورت خوب این عشق و شیفتگی و در حقیقت همه این محبت ها در اون دوره فراوان بود و مردم واقعا همه با یه حس عاشقانه با هم رابطه داشتن و من یادمه که ما توی گروه کانون چاوش همه عاشق هم دیگه بودیم. اون دوره فرق میکرد مثل الان نبود که در حقیقت این مهربانی آرام آرام ضعیف شد. این مهر به تدریج توی این سالها از دست رفت ولی اون موقع اینطوری نبود. واقعا مردم
همه عاشق هم بودیم و این رابطه ما بسیار قشنگ ادامه پیدا کرد و در حقیقت ما توانستیم از این سالیانی که با هم دوستی تنگاتنگ داشتیم که 6-7 سال بود و در حقیقت این شبها و روزهایی که با هم بودیم بتونیم از تجربیات همدیگه با اون فرهنگ‌های خاص خودمون، با اون جغرافیای خاصی که داشتیم، با تفاوتایی که با هم داشتیم بتوانیم از تجربیات همدیگه استفاده بکنیم. به هر حال من یک دیدگاه متفاوتی داشتم خب نسبت به ایشان و اختلاف نظرهایی با هم داشتیم به خاطر فرهنگ‌هامون و به خاطر نوع جغرافیا و در حقیقت تفکری که از ابتدا باش بزرگ شده بودیم. و همین اختلاف‌ها و همین اتفاقاً تفاوت‌ها بود که باعث استحکام این دوستی شده بود و شجریان اتفاقاً با همون ذهن در حقیقت تجربه گرا و جستجوگری که داشت بسیار به این مورد علاقه من بود و همین تفاوت هایی که با هم داشتیم باعث این رابطه دوستی ما شده بود که توانستیم در کنار این واقعا از تجربه های همدیگه ظرف چندین سال استفاده بکنیم. استاد شجریان علاوه بر جایگاه بالای هنری که داشت از یک محبوبیت خیلی خاص مردمی هم برخوردار بود. علاوه خصوص از سال 88 به بعد که داستان خس و خاشاک رو مطرح کرد و اون نامه اعتراض آمیز به صدا و سیما که گفته بودن غیر از ربنا آثار دیگه ما حق پخش نداریم، این که به صدا و سیما کاراشو پخش نکنه، چون خب طبیعتاً میدانید صدا و سیما آثار ما رو پخش میکرد بدون اجازه ما، بدون اطلاع ما، بدون هیچگونه قرارداد و بدون هیچ حقوقی. و این نامه و خس و خاشاک و همه اینها با هم جمع شد و یک موضوع خیلی عظیم اجتماعی رو به وجود آورد و یک توفیق مردمی و محبوبیت مردمی برای شجریان به وجود آورد. به موازات این موضوع من یک آهنگی به نام خس و خاشاک که قبلا اجرا کرده بودم با شعر فریدون و مشیری دست به دست گشت و با تصویرهای مختلف و به صورت کلیپ‌های مختلف در بین هم مردم و همه جا پخش شد و اون شعر این بود که ایرانی آزاد جهان چشم به راه است. استاد شجریان طی سالیان زندگی خودشان توانستن شاگردان بیشماری رو تعلیم بدن. اصولا کلاس ایشان یکی دو سال قبل از انقلاب در رادیو شروع شد. اولین اکیب شاگرده ایشون آقای محسن کرامتی و گروه اکیب ایشان بودن. بعد از انقلاب هم عیناً این کلاس ها منتقل شد به کانون هنری چاوش، در حقیقت همون جایی که خود بندم به عنوان معلم آواز تدریس میکرد. این ادامه پیدا کرد تا زمانی که کانون چاوش منحل شد و وقتی کانون چاوش منحل شد یک مقدار راه ما جدا شد. ایشون تدریسش رو در جاهای مختلف علل خصوص در فرهنگستان هنر ادامه دادن و من هم مدتی به صورت آزاد و بعد در دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا مدتی درس دادم و در حقیقت راه هم تدریس و هم اجرای موسیقیمون به همین صورت ادامه پیدا کرد. خاطرات تلخ و شیرین و در حقیقت گذر کردن از فراز نشیب‌های مختلف در زمینه موسیقی و دوستی ما به مدت حدود 6 سال و در حقیقت همکاریمون به مدت یک ربع قرن که ما دو نفر با هم همکار بودیم و آثاری رو به وجود آوردیم امروز بسیار تلخ و ناگواره که در حقیقت ایشون نیست و من به این مناسبت یک آوازی رو اجرا کردم با شعری از مهدی اخوان ثالث که اون شعر به این صورته:
ما دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم. هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده. اکنون دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است.